شب شما بخیر. شهرام عامری هستم، مدرس ریاضی آمار، مؤلف کتاب مبتکران و طراح آزمون‌های مبتکران. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما عزیزان هستم. خیلی ممنونم محیای عزیز. خب متشکرم از لطفی که من دارید. خب میخوایم امروز جلسه صفرمون رو با هم شروع کنیم. در این جلسه صفر میگم در طول سال چه کارهایی رو میخوایم با هم انجام بدیم. یه نیم نگاهی به کنکور 1401 خواهیم داشت، ببینیم زمینه سوالات به چه صورتی بوده، با کنکور استانداردی بچه ها طرف بودن یا نه، و به امید خدا یه تیکه از درس رو شروع خواهیم کرد که هم شما با نحوه تدریس من آشنا بشید، ببینید به چه صورتیه. راجع به کل سال هم توضیحات لازم رو میدم. خب والیبال تموم شد دیگه، به امید خدا بردیم. چالش داد، بله خبر بده. خب عرض کنم خدمت شما که در طی سال اولا اینکه کارهایی که در این کلاس انجام خواهد شد همواره بر این اعتقاد بودم که کنکور بهترین منبعش میتونه کتاب درسی باشه. خب کنکور 1401 هم این رو به درستی به ما نشون داد، یعنی بهترین منبع رو کتاب درسی طراح در نظر گرفته بود. الان میریم با هم میبینیم تک تک سوالات از متن کتاب درسی، از تمرین ها، از کار در کلاس ها مطرح شده بود. ما هم بیسمون رو در اصل کتاب درسی خواهیم گذاشت. در طی سال کتابی رو که باهاش کار داریم بچه ها، کتاب مبتکران هست. میبینید یک جلد بنفش داره، روش زده ریاضی آمار انسانی سال دهم، یازدهم، دوازدهم، مؤلف شهرام عامری. ازتون میخوام این کتاب رو حتما تهیه کنید. تکالیف و تمارینی که بهتون داده میشه از داخل این کتابه و تا آخر سال دیگه نیاز به خرید کتاب دیگه ای نخواهید داشت. خب کتاب جامع‌ترین کتابی که الان در بازار وجود داره، مشتمل بر درسنامه، سوالات کنکورهای سال گذشته، سوالات تألیفی خود من، سوالاتی که در آزمون‌های مبتکران مطرح کردیم، تمام اینها در داخل کتاب هست با پاسخنامه کاملا تشریحی و به درخور نوع تست با چندین جواب. عرضم به خدمت شما که خب هر جلسه طبق جزوهی که میبینید، الان نمونش رو به شما نشون میدم، طبق جزوه با هم پیش خواهیم رفت. بچه ها اگر ریاضیتون هم صفر صفره خیالتون راحت باشه، جایی برای نگرانی نیست. از پایه‌ای ترین جای ممکن شروع خواهم کرد به درس دادن. یعنی اصلا تا اگر چیزی از ریاضی یادت نباشه به نفع منه، چون که همواره برای این عقیده بودم که همه ریاضی رو متوجه میشیم، فقط ریاضی رو به ما بعد درس دادن. اگر درست درس بدیم مطمئن باش ریاضی تبدیل خواهد شد به نقطه قوت شما در کنکور. الان توضیحات کاملتر رو میگم بهت که ریاضی چه سرنوشتی رو میتونه توی کنکور تو داشته باشه. علاوه بر جزوه و مثالهایی که در جزوه حل میکنیم و تست های بیشماری که در مبتکران حل خواهیم کرد، هر جلسه سوالاتی رو داریم بچه ها. یعنی موقعی که مثلا من این معادله درجه دوم رو به تو درس دادم، شما از روی کتاب مبتکران مبحث معادله درجه دو که فکر میکنم تقریبا همه مباحث 60 الی 70 تست رو دارن در قالب های مختلف، شما تست های مبتکران رو حل کردین، سوالاتی رو با هم حل میکنیم به نام سوالات قطره‌ای. بچه ها این سوالات قطره‌ای سوالات فوق‌العاده و بی‌نظیری هن. از خط به خط کتاب‌های درسی شما طرح شدن. یعنی مطمئن باش نمیذارم کوچکترین چیز از زیر دستمون در بره و ریاضی رو میکنم نقطه قوتت در کنکور. در طی سال 11 مرحله آزمون خواهیم داشت بچه ها. آزمون هایی که هر کدوم از اون آزمون ها عملا تو رو سر یک جلسه کنکور در درس ریاضی قرار خواهد داد. آزمون ها روی پنلتون قرار میگیره، شما این آزمون ها رو میدید، در خود سیستم صحیح خواهد شد، جواب ها رو به شما خواهیم داد و نقاط ضعف و قوت شما کاملا مشخص میشه. یا سمن نگران نباش، یه شعاری رو بهت بگم، اگر کسی قرار شما رو به ریاضی 100 برسونه اون شخص منم، نگران چیزی نباشید، ریاضیتون با من فقط به 100 فکر کنید. خب علاوه بر این آزمون ها
آزمون های قطره ای. خب والیبال هم گیم اول رو بردیم خدا رو شکر، دستتون درد نکنه بچه ها اونجا خواهم. کنکور امسال الان راضی هستم، میریم با هم ریز به ریز میریم جلو ببین چه وضعیتی داشته. کاملا تحلیل کردم کنکور 401 رو. حالا یه نکته دیگه ای که تو کلاس وجود داره و فوق العاده برای شما هم چیز باحال و جالبیه بچه ها، یعنی ببین ما چقدر میخوایم بریم جلو، درس رو میدیم، مثال رو حل میکنیم، تستای مبتکران رو میزنیم، آزمون های قطره ای رو با هم حل میکنیم. شما در طی سال پشتیبان دارید بچه ها، شماره ای به شما اعلام خواهد شد، پشتیبان بنده هستند، عرض کنم خدمت شما که اسیست من هستند به صورت 24 ساعته. میگم 24 ساعته دیگه سه حساب منظورم نیست، ولی هر زمان در طی روز با اون شماره شما تماس بگیرید یا توی واتساپ پیام بدید، کاملا براتون رفع اشکال خواهد شد، کاملا مشکل رفع میشه هم به صورت نوشتاری هم تک تک اگر متوجه نشدیم با گذاشتن شماره تماس. پشتیبانی در حد المپیک، یعنی از این لحاظ هم نگران نباشید، پشتیبان هست برای شما. اگر جایی مثلا میگم آقا اومدی تو کتاب مبتکران تستی رو حل کردی، تست شماره 12 رو نتونستی حل کنی، از رو پاسخنامه هم خوندی متوجه نشدی، هیچ مشکلی نداره، سوال رو میفرستی برای پشتیبان من، پشتیبان من کامل با وایس با نوشتن حل کردن برای شما توضیح میده. اگر متوجه نشدی، خود من هم در اون گروه واتساپی حضور دارم، خودم ورود میکنم و مشکل شما رو کاملا حل خواهم کرد. خیلی ممنونم یاسمن عزیز، محبت داری، خیلی متشکرم مینا جان، خدا رو 100,000 مرتبه شکر امیر رضا که خواهر شما همچین شرایطی رو داشته، خدا رو 100,000 مرتبه شاکر هستم، خیلی ممنونم از شما. بریم یه نیم نگاهی بچه ها به کنکور 1401 بندازیم ببینیم چه شرایطی داشته. نمیخوام خیلی در از تو بوق و کرنا بکنم با این داستان ها، ولی بچه‌ای که سال قبل و سالهای قبل تو مجموعه بزرگ آنلاین آکادمیک در کنار من بودن، فکر میکنم این صحبت رو تصدیق بکنن که تطابق 100% با جزوه و نکته و تست و همایش داشت کنکور. یعنی که اعتقادی که روی کتاب درسی داشتم، تحلیل هایی که سر کلاس انجام دادم، درصد 100 رو میتونسته برای بچه ها به ارمغان بیاره. خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم که چیزی رو ما برای کنکور 1401 از قلم ننداختیم، از این لحاظ خدا رو شکر. خب کنکور 1401 بچه ها برخلاف کنکور 1400 که بسیاری از تست های اون خارج از مفاهیم کتاب درسی بود، کنکور فوق‌العاده استانداردی بود. فقط غیر استانداردش روی تعداد سوالات از پایه های درسی بود. ریاضی و آمار 1 یعنی سال دهم شما با 9 تست در کنکور خب طلایه‌دار تعداد تست ها بوده. ریاضی آمار 2 که میشه سال 11 شما 5 تست رو داشته و 7 تست رو ما از ریاضی سال 12 دیدیم در کنکور 1401. خب بیشترین تعداد تست ما میدونیم، حجیمترین کتابی که شما دارید کتاب سال 10 شما، سال 11 که چیزی نداره، چیزی که سال پیش شما خوندید، گزاره های منطقی تابع که مهمترین قسمت درس و در نهایت هم آمار که اونا رو به راحت ترین شکل ممکن به شما درس میدم. بریم سراغ ادامش بچه ها، ببینیم از چه مباحثی بیشترین تعداد سوال اومده. همونطوری که تأکید دارم هر سال روی مبحث تابه به عنوان مهمترین قسمت کتاب درسی، 30% کنکور در سال 401 از مبحث تابه، یعنی تابه سال 10 و تابه سال 11 مطرح شده. خب دنباله ها 15%، یعنی دنباله حسابی، دنباله هندسی. آمار رو نگاه کنید، همیشه ترتیب رو بهتون گفتم، گفتم سوالای تابع بعد برید سراغ آمار. آمار 20% کنکور رو به خودش اختصاص میده، یعنی آمار سال 10، آمار سال 11 و در نهایت آمار سال 12. احتمال 10% سوالا رو به خودش اختصاص داده. بهتون گفتم در آخر، یعنی بچه‌ای که سال قبل بودن، گفتم امسال یک سوال توان و رادیکال خواهیم داشت که اون سوال در اصل دیده شد در کنکور. یک سوال از استدلال ها، یعنی درس اول، فصل اول کتاب درس، بله برای کتاب 401
خیلی عالی بود راضیه. به نظرم تطابق 100% رو بله کلاس ها رو میشه آفلاین هم دید، الان راجع به همشون براتون توضیح خواهم داد. خب ما از معادله 3 تست داشتیم در کنکور، یعنی همین معادله درجه دوم و کاربورد های اون. باز هم خدا رو شکر اگه بتونید دسترسی پیدا کنید به برنامه های آفلاین سال پیش، بهتون گفتم آقا دوتا سوال تو معادله داری، یه دونه کاربورد داری. بازم تو کاربورد ها رو نقطه سر به سر تاکید داشتم، گفتم آقا این بریکینگ ایونه رو سوال میدن، حواستون به اون باشه. خب این مباحثی بود که در کنکور 401 در از سوال اومده بود، خواستم روی نمودار هم به شما نشون بدم. پایین اومدیم گفتیم آقا باز هم تأکید داریم همیشه بهترین منبع برای کنکور کتاب درسیه. بچه ها میدونن تو آزمون‌های قطره‌ای، بچه ها صدای دور چک میشه؟ صدا خش داره؟ صدا اوکی محسد؟ مشکل از طرف شماست. عرض کنم خدمت شما همیشه اومدم تمرین های کتاب درسی رو به صورت تست در آوردم و در آزمون های قطره‌ای شما آوردم. اینی که بهت میگم آزمون های قطره‌ای خط به خط کتاب های درسیه، تو این شک نکن. اومدم بچه ها با ذکر صفحه به شما گفتم تست 101 از آمار دهم بوده، از صفحه 32 کتاب درسی. اومدم همه رو اشاره کردم، گفتم نگاه کن بهترین منبع برای کنکور کتاب درسی، اینم صفحه‌هاش. در طی سال صفحات مهم کتاب درسی رو با هم حل خواهیم کرد، کاری که معمولا همکارای من در مدرسه کمترین کار رو انجام میدن. به نظر من بزرگتری خیانتی که وجود داره اینه که دبیر یه سری سوال بده بعد بگه آقا تو ترم از همونا من سوال میدم. این بزرگترین خیانت به دانش آموزه. ما خط به خط کتاب درسی رو در طی سال میخونیم، تمرین ها رو حل خواهیم کرد، کار در کلاس ها رو حل خواهیم کرد و در کنار کار کنکور رو خواهیم کرد. همه اینا برای شما جمع‌بندی میشه. مرسی مینای عزیزم، این لطف و محبتیه که شما دارید، خیلی متشکرم. به محض اینکه کلاس تموم بشه آنیتا روی در اصل پنل شما بارگذاری خواهد شد. پریسا سلام. خب باز هم یکی چیزهای دیگه‌ای که ما در اصلش تاکید داریم اینه که آقا چیزی به نام گنجینه سوالات وجود داره. هر سال برای کنکور دادن باید آزمون‌های سال قبل رو تحلیل کنیم. ما حتی سالان جوابت رو میدم. همونطور که می‌بینید 80% سوالاتی که تو کنکور 401 بوده با سال‌های گذشته تطابق داشته. یعنی شما عملاً میتونستید با تحلیل آزمون‌های کنکورهای سال قبل آمادگی خیلی بالایی را برای کنکور 1401 داشته باشید. میبینید تست شماره 101 مشابه کنکور 98 99 102 همینطور 103 104، یعنی فقط 3-4 تا از سوالات بودن که مشابهت خاصی نداشتن. جالب اینه که بدونید سوالهایی که مشابهت داشتن با کنکور 1400 همون سوالایی بودن که داخل مفاهیم کتاب درسی بوده. پس در اصل جواب سوال اون دوستی که پرسیده بود کنکور 401 رو چجوری ارزیابی میکنید، کنکور 1401 در درس ریاضی در اصل کنکور استانداردی بوده. خب دوباره اومدم تو صفحه بعد ریز به ریز بهت گفتم که آقا از چه قسمتهایی سوال اومده، از انتقال تابه تابه جزء سعی یا براکت، کاربرد تابه، آمارها، شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی، شمارش، احتمال و همه اینها رو بله بعدا میتونید ببینید. تحلیل رو قشنگ تو پنل شما قرار خواهد داده شد، شما هم میتونید کامل نگاه کنید. اومدیم ریز به ریز بهتون گفتیم از کدوم قسمت ها سوال اومده. بریم یه خورده بچه ها از کنکور 1401 فاصله بگیریم. سلام رهنای عزیز. محدث جان کتاب پیشنهاد کردم به بچه ها، گفتم کتاب مبتکران، مؤلف شهرام عامری. هر کتاب فروشی هر جمع زنگ بزنی، خود انتشارات مبتکران یا هر جای زنگ بزنی، جلد بنفش داره، ریاضی آمار انسانی زده برای کنکور 1401 به بعد، مؤلف شهرام عامری، کنکور جامعه دهم، یازدهم، دوازدهم، همه سالهای تحصیلی هم داخلش هست. خب عرض کنم خدمت شما الان به همه سوالا پاسخ میدم، فعلا گوشتون با من باشه چون که همینطوری چتاتون داره میره بالا، من چتای شما رو نمیبینم. الان این توضیح رو بدم بعد وقت میدم سوالات شما رو دونه دونه پاسخ خواهم داد.
عرض کنم خدمت شما، بیایید یه خورده راجع به اهمیت درس ریاضی با هم صحبت کنیم بچه‌ها. اولا این رو میدونیم ما در کنکور 20 تست داریم و 25 دقیقه زمان، یعنی برای هر تست به طور معمول 1 دقیقه و 25 ثانیه. پس با روش‌های سنتی که از قبل وجود داشته ما قادر به حل سوالات نیستیم. خب یه سری مباحث هستن جزء مباحث پرنکته محسوب میشن، یه سری مباحث هستن نکات کمتری رو دارن. نهایت سعیم اینه در تک تک مباحث به تو نکاتی رو یاد بدم که خیلی راحت تو بحث مدیریت زمان تو کنکور به مشکلی بر نخوری. جالب اینه که حتی ریاضی تو ریاضی میام جدول ضرب رو هم باهات کار میکنم. یعنی آقا میگم کلی محاسبات داریم که تو باید این محاسبات رو یاد بگیری. خب تا 9 که بلدی 10 کار نداره، از 11 تا 19 با منه. میگم آقا مثلا دارم بهت میگم، میگم آقا هر عددی ضرب در 11 شد، عدده رو باز بنویس، این دوتا رو با هم جمع کن 385. مثلا داری آقا 45 تا 11 تا، میگم 4 و 5 رو از هم جدا کن جمعشون کن میشه 495. یعنی حتی روی بحث محاسبات هم، سلام امیر حسین جان، ما با شما کار خواهیم کرد که مشکلی از لحاظ مدیریت زمانتون در کنکور نداشته باشین. کلی نکته میخوام بهتون بی صبرانه یاد بدم تو درسا که کلی در اصل لذت ببرید. بیاد اصلا اسم کلاسمون رو بذاریم آشتی با ریاضیات. مطمئن باشین کار رو برات انجام خواهم داد. راجع به اهمیت درس ریاضی بچه ها میگه ساده ترین جواب برای ارزش واقعی درس ریاضی در کنکور اینه که بدونیم هر دو تست، یعنی هر 10% میتونه 150,000 نفر از داوطلبا رو پشت سر بذاره. این همه درساتون رو هم همچی خاصیتی رو نداره. ما این رو میدونیم میانگین ریاضی و آمار هر سال یا زیر 5% یا منفیه، یعنی داوطلبا برای اینکه تست درستی رو در ریاضی نمیزنن تست اشتباه دارن. یه کادو روز اول از من داشته باش، 3 الی 4 تست کنکور رو بهت یاد میدم به صورت چشمی حل کنی، یعنی با واژه هایی که بهت میگم تو رو به سمت گزینه درست در اصل هولت میدم. میگم آقا تو تست 119 یا 120 اگر کلمه حداقل حد اکثر رو دیدی یا دیدی فعل جملت منفیه، برو سراغ گزینه‌ای که صورتش یه دونه از مخرجش کمتره، مثل 7-8. خب این کار تو رو خیلی راحت خواهد کرد. نکاتی رو بهت یاد میدم با واژه هایی که بهت میگم، یعنی دقیقا برای هر سوال کلید میذارم. تو 20 سال سابقه تدریسی که داشتم، سلام علی جان، یکی از معضلاتی که برای بچه ها وجود داشته این بوده که نمیدونستن برای کدوم تست کدوم فرمول رو استفاده کنن. من برای تک تک اونها به تو کلید میدم، یعنی میگم مثلا اگر کلمه تو سال 12 میگم مثلا اگه کلمه بین رو دیدی، برو آقا از این فرمول استفاده کن، بی منهای آ بر روی ام به علاوه 1. برای دونه دونه اینا بهت کلیدهایی رو میدم که موقعی که کلمه ها رو میبینی برای صورت تست رو میخونی، به کلمه بین میخوری، دنباله حسابیه، دنباله هندسیه، بهت میگم از چه فرمولی استفاده کنی. بنابراین کار خیلی سختی رو نخواهی داشت در درس ریاضی. اگر کارهایی رو که میگم ریز به ریز انجام بدی، نقطه قوت تو در کنکور 1402 درس ریاضیه، درسی که بقیه داوطلبان نخواهند زد. میریم الان میانگینه ها رو میبینیم، ولی کاری میکنم از درس ریاضی لذت ببری. امروز مبحثی رو انتخاب کردم که جزو مباحث سخت ریاضی، یعنی معادله درجه 2 محسوب میشه، ولی جوری بهت یاد میدم که لذت درس رو ببری، تو این شک نکن. بچه ها فرق بین رتبه های کنکور، اولا بیا یه نفر رو برات مثال بزنم. خانم مهنوش آریانپور رتبه 1 کنکور انسانی میاد 40% ریاضی میزنه. ببین چقدر جالبه همچین چیزی. دخترا پسرا نگاه کنید، بیا بریم بخونیم ببینیم این چی.
رتبه های 2000 تا 3000 اینجا رو دقت منو نگاه رتبه های 2000 تا 3000 رشته انسانی سه تست ریاضی رو حل کردن. آقا رتبه 2000 تا 3000 اومدن سه تا تست ریاضی زدن، یعنی هر تست ریاضی 5%، یعنی چیزی معادل 15%. حالا بیا بریم جلوتر هم یه خورده. میگیم رتبه های 1000 تا 2000 فقط دو تست بیشتر رو حل کردن. بچه ها فاصله خیلی کمه ها، یعنی سه تا اینا حل کردن بتونه متوسط، دو تا هم 1000 تا 2000 زدن، یعنی رتبه های 1000 تا 2000 رشته انسانی به طور متوسط 5 تا تست رو حل میکنن. خب 4 تاشه که من چشمی یادت میدم، یعنی تو همین الان این رتبه رو بزن کنار، یعنی چیز معادل 25%. و در نهایت رتبه های 500 تا 1000 تنها 8 تست ریاضی رو حل کردن. بچه ها پایین نگاه کن، تو این باکسه به چی گفتم؟ گفتم رتبه 1 تا 500 به طور میانگین 10 تا تست ریاضی حل کرده، یعنی 50%. سکوی پرش شما درهای رسیدن به اگر دانشگاه خوب میخوای تو رشته انسانی مثل نمیدونم دانشگاه تهران، مثل بهشتی، مثل الزهرا، مثل علامه و بقیه دانشگاه خوب، اگه طالب رشته های خوب انسانی هستی مثل حقوق، مثل انواع مدیریت ها، مثل حسابداری و بقیه رشته ها، علوم سیاسی، نمیدونم روانشناسی، باید ریاضی بزنی. اون کسی که میتونه تو رو به ریاضی 100 برسونه الان جلوت وایساده، تو این شک نکن. پس رتبه های 1 تا 500 10 تا تست ریاضی زدن، نصف تستا رو زدن. بچه اصلا یه خورده من فکر میکنم الان ذهنت بازتر شد. ضرایب زیر گروه هاست که الان در اصل بهش اشاره نخواهیم کرد، گفتم پس هر رشته‌ای که بخوای بخونی نیاز به درصد بالای ریاضی داری. اومدم همین چیزی که خدمتتون عرض کردم، 20 تا تست دارید، 25 دقیقه زمان، و همچنین این خط آخرش ترتیب حل سوالات در کنکور اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. تو جلسات آخر اولا که بچه ها ما دو نوع داوطلب داریم تو کنکور، داوطلب مبتدی، داوطلب حرفه‌ای. تو برای رسیدن به رتبه خوب باید داوطلب حرفه‌ای باشی. رعنا خیلی مهمه ها، خیلی مهمه داوطلب حرفه‌ای باشی. اوکی، یکی از کارها همینه. من حتی تو جلسات آخر به تو یاد خواهم داد و به تو میگم ترتیب حل سوالات رو، یعنی میگم اول میری این سوالا رو حل میکنی، بعد میری سراغ این، آخر میری سراغ مباحثی مثل مثلا توان و رادیکال. ترتیبش رو بهت میگم که تو بخش مدیریت زمان هم به مشکلی بر نخوری. پس همه چیز برای رسیدن به درصد 100 ریاضی در این کلاس مهیاست. منتها ما یه پارامتر خیلی مهم رو فراموش کردیم و اون همت شماست. بچه‌ها شما اگر بخواید درصد صده برای تو اویلیبل، خیلی راحت تو این کلاس میتونی صده رو از آن خودت کنی. وای به حال اون روزی که نخوای، چون که من هم کاری برات نمیتونم انجام بدم. در کنار هم مطمئن باش به رتبه که دلخواهت دست پیدا میکنی. این خیلی جالبه. میانگین درس ریاضی آمار تو چند سال اخیره، بیا نگاش کنیم با هم. سال 96 میانگین درس ریاضی در کنکور 2.9 بوده. سلام مریم جان، 2.9. در سال 97 خیلی دافتر واقعا خسته شدم، به خدا خیلی هم خسته شدم. سال 97 میانگینشون رسیده به 4.7، یعنی هنوز زیر 5%، هنوز به یه تست درست نرسیدن. سال 98 درصد 4.9، هنوز به یه تست نرسیدن. سال 99 3.1. سال 400 1.9%. آقا من هیچی نمیگم، اینو آمار داره به ما نشون میده. سلام مهسا، چطوری مینا؟ خوبی؟ مینا انگیزه نیست، کاملا واقعیته. عرض کنم خدمت شما اینم که حالا درصدهایی بوده که در سالهای اخیر در درس ریاضی بوده. خب قبل از اینکه درس رو شروع بکنیم، الان به سوالات شما پاسخ خواهم داد.
عرض کنم اگر سوالی دارید حتما بفرستید تا اینجایی که حالا روی درس من دارم میبینم. امیر حسین جان، من به صورت انحصاری فقط ریاضی انسانی درس میدم. عرض کنم روزای عزیزم، روزا استاد، من از پارسای کلاس داشتم انقدر خوبید ای خدا. روزا اینو میگی من چیکار کنم الان تو دوباره سب... من چیکار روزا خودم بکشم راحت، من چیکار دست تو انقدر تو گلی. خیلی ممنونم روزا اینکه محبت تو استاد، یعنی طرف هیچی هم از ریاضی بلد نباشه صد میشه. منم پایه‌ای ترین جای ممکن. ببین میخوام تو این استرس رو از خودت دور کنی که من ریاضی رو بلد نیستم. اوکی، تو اصلا بلد نیستی. من آمری دارم در نظر میگیرم که به دانش آموزایی که دارم درس میدم ریاضیشون صفره. تو اینطوری در نظر بگیر. بالاخره همه ما یه بیسی داریم. خب من از پایه‌ای ترین جای ممکن شروع میکنم به درس دادم. پس نگران چیزی نباش مهسا. متشکرم امیر حسین عزیز. خب ما تجربه تهران در قهوه‌ای. خب یعنی چی خب ما تجربه؟ خیلی ممنونم مریم، شما لطفا اینا که همه لطفای شماست. خیلی متشکرم. زهرا، کل جزوه خیر، هر جلسه‌ای که ما درس داریم از هفته قبلش جزوات روی پنل شما قرار خواهد گرفت، چون که مشکلاتی وجود داره موقعی که کل جزوه رو میذارین از جای دیگه جزوه برداشته میشه، داستان میشه. و باور کنید بچه ها، برای تک تک این جزوات زحمات زیادی کشیده شده. هفته قبل، یعنی هر هفته، مثلا این هفته من معادله درجه دو رو میخوام درس بدم، از هفته قبل جزوهش رو پنل شما هست که شما خیلی راحت بتونید اون رو پرینت بگیرید. هفته یک بار کلاس داریم خانم مهسا خانم، شنبه ها ساعت 8 تا 10. خب امیر حسین الان یعنی ما تجربی هستیم، یعنی من. امیر حسین چیکار میکنی با خودت پسر؟ یعنی ما یعنی من چیه؟ سوالتو کامل بپرس. امیر حسین جان، در رشته تجربی خدا رو شکر مجموعه آنلاین آکادمی همه دبیراش بی نظیرن. اگر شما رشته تجربی هستین، دوست عزیزم جناب آقای مولایی ریاضی تجربی فوق‌العاده است. فکر میکنم دوشنبه هم اگر اشتباه نکنم استارت کلاس ایشونه. خیلی راحت با خیال راحت برو بشین سر کلاس جوابای مهندس مولایی و به درصد 100 تو ریاضیت فکر کنم. امیر حسین جان، استاد فقط کتاب. آره علی جان، چون که میدونی یکی از در اصل میتونم بگم محاسن کلاس ما محسوب میشه. خب خیلی از دوستان هستن کتاب ندارن، مؤلف نیستن. خب من مؤلف نزدیک 8 کتاب کمک آموزشی هستم. عرضم به خدمت شما که خوبیش اینه که دبیر اشراف کامل روی کتاب خودش داره. من الان خط به خط کتاب مبتکران رو به خاطر اینکه خودم نوشتم میدونم کتاب رو چجوری باید به دانش آموز بگم، چه تست هایی رو بگم حل کن، رو چه تست هایی باید بگم بیشتر تمرین کنه، درسنامه رو کجا بگم برای نهاییت بخون، کجا بگم برای کنکور در اصل مهمه. امیر حسین جان خیلی مخلصم، خوشحال شدم. برو با خیال راحت، نگران هیچی نباش امیر حسین. به امید خدا تو رتبه های 1 تا 10 ببینیمت امسال. پس این کتاب کتابیه که بیس ماست، یعنی ما با این کتاب میریم جلو. برابر آخر هم تکرار میکنم، ریاضی آمار انسانی انتشارات مبتکران شهرام آمری، یه جلد بنفش داره. هر جا هم بگید خیلی راحت براتون ارسال خواهد کرد. خب سلام شکیلا خانم گل، چطوری شکیلا؟ خیلی ممنونم پریسا، خیلی ممنونم از شما، خدا قوت به شما هم. عرضم به خدمت شما که دی، حالا اسمشون رو که دقیق نمیدونم، کلاس ما انشالله پیش میره تا انتها، یعنی که تا آخر اسفند ماه. خب فروردین و اردیبهشت و خرداد ما در اصل وارد کلاس های نکته و تست و همایش ها خواهیم شد. انشالله قبل از، یعنی که آخر اسفند ماه، درس شما به اتمام خواهد رسید. از این لحاظ استاد من مبتکرم مال پارساله بخرم. نه روزا، کتاب تغییری نداشته، فقط چیزی که اضافه میشه کنکور 1401 که من اون رو جداگونه رو فنل شما هم قرار خواهم داد. پس نیازی نیست اصلا استاد به اون کتاب دیگه نیاز نیست مثلا. نه راضیه، کتاب
کامل تر، نه که چون که خودم مؤلفشم، که بچه‌ای که الان هستن میدونن من آدمی نیستم آدم خودم وای من فلان کتاب مبتکرا، نه اینکه خودم نوشته باشم، جامع ترین کتاب بازاره، یعنی تو با خرید کتاب دیگه چیزی عملا به داشته‌هات اضافه نخواهد شد. این کتاب 3 سال طول کشیده تألیفش، بنابراین هیچ کتاب دیگه لازم ندارید که دوتا کتاب داشته باشید، خیر با همین یک کتاب مبتکران، چون که جامعه هم هست، هم مال سال دهم، هم مال سال 11 و هم مال سال 12 با همون تا انتهای سال پیش خواهیم رفت. در کنارش آزمون‌های قطره‌ای رو داریم، آزمون‌های سالیانه رو داریم که مشتمل بر 11 آزمون هستن و تستایی هست که اصلا توی جزوات شما وجود داره، اصلا جایی برای نگرانی نیست، یعنی مطمئن باشیش تستی نیست که بخواد از چشم ما دور بمونه. یکی دیگه از اعتقادهایی که همواره داشتم اینه که باید چشم داوطلب به تک تک تست‌های کنکور آشنا باشه. این فوق‌العاده مهمه بچه‌ها، این فوق‌العاده مهمه که چشم شما به تست آشنا باشه، بنابراین قالب‌های مختلف تستی برای شما حل خواهد شد. جلسه بود پارسال جلسه، میریم رو 45 تا راضیه. ای تعداد جلسات ها بخواه، حالا با دست فوق‌العاده هایی که گذاشته میشه، با تایم هایی که گذاشته میشه، امشب زهرا تا 9:30 میریم چون که جلسه صفره، ولی از هفته بعد انشالله ساعت 8 تا 10 کلاس رو پیش خواهیم برد. استاد یعنی بعد اسفند شما با ما تست آزمون کار میکنیم؟ محدثه، ما قبل از اسفند ما هم کار خواهیم کرد، یعنی که ما تست ها رو خواهیم زد، 11 مرحله آزمونمون رو برگزار خواهیم کرد دیگه، بعدش هم که میای اصلا تو نکته و تست ها همایش ها دیگه. جلسه بعد زهرا جان شماره پشتیبان رو در اختیارتون قرار میدم، اونم علتش اینه که این جلسه چون که به صورت رایگان مطرح دست داره برگزار میشه، کسایی که ثبت نام میکنن شماره پشتیبان در اختیارشون قرار خواهد گرفت برای رفع اشکال. بله کنکور سال قبل رو قطعا تحلیلش کردم، ولی اگر منظورتون در اصل تحلیلیه که دونه دونه تستا رو حل کنیم، بله اون رو هم تحلیل خواهیم کرد. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. خب بریم سراغ اولین مبحثی که میخواییم با هم بخونیم. تقریبا سعی کردم توضیحاتم کامل و جامع باشه برای درس ریاضی در طی سال چه کارهایی خواهیم کرد. کنکور 401 رو براتون تحلیل کردم. میخوام بریم سراغ معادله درجه دوم، شروع کنیم معادله درجه دوم. یه قسمت خیلی کوتاه، چون که در اصل جلسه صفر یه جوری جلسه معارفه مثلا محسوب میشه، من با شما آشنا بشم، شما با من آشنا بشید، یه قسمت کوتاهی رو میخوام به درس بدم، فقط ترست از ریاضی بریزه. نرفتم یه مبحث راحت رو برات انتخاب کنم که خیلی راحت آب خوردم باش اومدم اتفاقا درس گذاشتم رو مبحث سخته. میخوام بگم آقا سختش هم برات راحت میکنم، راحتره که دیگه ولش کن. بیاییم سراغش. آقا میخوایم بریم معادله درجه دوم. نحوه تدریس چجوریه؟ اول روی تخته کامل مبحث رو برات جا میندازم، موقعی که کامل برات جا افتاد میرم روی جزوه‌ام، میایم روی جزوه خط به خط میخونیم، سوالاتشو حل میکنیم. بیا بریم جلو. همین الان دقتتو بده من از ریاضیات لذت ببر. میگم هر معادله‌ای در ریاضی یک صورت کلی داره. مثلا میگم آیکس به علاوه ب مساوی صفر صورت کلی معادله درجه اوله. میگی آمری از کجا تشخیص دادی این صورت کلی معادله درجه اوله؟ میگم چون که توان ایکس اینجا 1 بوده. این حرف من رو یادت باشه، بزرگترین توانی که روی ایکس قرار داره اون درجه معادله رو به تو نشون میده. بیا دوباره هم یه دور ریپیت کنیم. چی گفتم؟ گفتم بزرگترین توانی که روی ایکس وجود داره به تو درجه معادله رو نشون میده. اینجا رو نگاه. بهت میگم AX2 به علاوه BX به علاوه C مساوی صفر.
الان ازت میپرسم خب اوکی، من گفتم بزرگترین توانی که روی ایکس وجود داره داره درجه معادلت رو نشون میده. اینا نگاه کردم گفتم توان ایکس یک بوده پس معادلت درجه اوله، تا اینجا قبول. پس اگر الان ازت بپرسم این صورت کلی که نوشتم داره معادله درجه چند رو به تو نشون میده، تو به من میگی معادله درجه چند؟ بودو جواب میخوام ازت. تو کلاس من فول انرژی، متشکرم ازت، متشکرم، متشکرم. میگه آقا آمدی نگاه کن، اینجا توانش دو بوده، اینجا توانش یک بوده، تو اما گفتی بریم توان ایکس رو نگاه کنیم. بزرگترین توان ایکس تو این صورت کلی که نوشتی دو بوده، پس تو این معادلهی که نوشتی معادله درجه دومه. بیا درس رو ببریم فراتر، بیا ببریم فراتر. کامل دوباره دقت کن. میگم حالا که یاد گرفتی، اگر یاد گرفتی درجه معادله رو تشخیص بدی، بزرگترین توان x یک بوده معادله درجه اول، بزرگترین توان x دو بوده معادله درجه دوم، بیا بریم بالاتر از کتاب درسی. اگر بهت یه صورت کلی بدم ax به علاوه b x دو به علاوه cx به علاوه d مساوی صفر و ازت بپرسم این صورت کلی کدوم معادله است، تو هم میگی معادله درجه چند؟ بودو جواب میخوام ازت. این صورت کلی، صورت کلی معادله درجه چنده؟ ببینم یاد گرفتی یا نه. بزرگترین توان x درجه معادله رو به ما نشون میده، جواب میخوام ازتون. بودو ببینم. متشکرم، متشکرم، مرسی 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 مرسی, مرسی. راضیه بی نظیر. بقیه بچه روزاد من اصلا چی بگم به تو، آخه تو اینقدر خوبی. بله بچه ها معادله، مرسی مهندس، مرسی. صورت کلی معادله درجه 3 را داره نشون میده، بزرگترین توان x 3، اصلا تو درس شما نیست، ولی من الان به تو یاد دادم که از روی صورت کلی رنا بقیه بچه ها خیلی راحت تشخیص بدید که معادلت و معادله درجه چنده. تو الان معادله درجه انام هم دیگه میتونی تشخیص بدی، بزرگترین توان x درجه معادله رو به ما نشون میده. توان بزرگترین توان x یک بوده، اوکی، معادله درجه اوله. بزرگترین توان x دو بوده، معادله درجه دومه. بزرگترین توان x سه بوده، معادله درجه سومه. حالا دوباره بیا برات کامل جاش بندازم. میگم بچه ها ما الان تشخیص درجه معادله رو یاد گرفتیم. هر کدوم از این معادله ها یه شکلی دارن. اولا اینی که نوشتم یه معادله درجه اوله، این معادله درجه اول. میگم آقا اینو در نظر بگیر، اینجا آمده یه دونه خط رسم شده. میگم بچه ها هر موقع دیدید معادلتون یه معادله درجه اوله، قطعا شکلش به صورت خط رسم میشه. یعنی تو میتونی بالعکس هم شناسایی کنی. یعنی چی؟ یعنی اگر همچین خطی رو دیدی روی دستگاه محورهای مختصات، ازت اومدم سوال کردم گفتم درجه این معادله رو تشخیص بده، میامری یه خط روی دستگاه محورهای مختصات، خط نشون دهنده معادله درجه اوله. پس شک نکن این شکلی که تو الان اینجا کشیدی، این شکل شکل معادله درجه اول. میگم خب اوکی، تا اینجا که دمت هم گرم. بیا بریم جلوتر. میگم اینو دقت کن، ax دو به علاوه bx به علاوه c مساوی صفر. این بچه ها صورت کلی کدوم معادله است؟ میگم یادمون دادی بابا، بلدیم چند بار تکرار میکنی، معادله درجه دومه، بزرگترین توان x دو بوده معادله درجه دومه. میگم معادله درجه دوم هم شکل مخصوص به خودش رو داره، به صورت منحنی رسم میشه که ما اصطلاحاً به این منحنی میگیم سهمی. یکی از درسایی که شما تو سال دهم میخونید، ما هم میریم سراغش سهمی رو. پس ما الان چی یاد گرفتیم؟ یاد گرفتیم معادله درجه اول شکلش به صورت خط رسم میشه،
معادله درجه دوم شکلش به صورت منحنی رسم میشه. حالا این منحنیه میتونه به سمت پایین باشه، این منحنیه میتونه به سمت بالا باشه. پس اگر من اومدم از تو سوال پرسیدم، اصلا اینو بهت ندادم، گفتم آقا این شکلی که داری میبینی داره کدوم معادله، درجه معادله چنده، میگی درجه دو، میگم از کجا فهمیدی، میگی نگاه کن منحنیه، منحنی یعنی معادله درجه دوم. بیا پا رو بذاریم بیشتر از کتاب درسی، یه خورده بریم جلوتر، تو معادله درجه سه رو میتونی شناسایی کنی. میگم AX به علاوه BX2 به علاوه CX به علاوه D مساوی صفر. میگم معادله درجه چنده، میگه عملی درجه سه. از کجا فهمیدی؟ بزرگترین توان AX سه بوده. شکلش به چه صورتیه؟ شکلش به این صورت، اصلا تو کتاب درسیت نیست، ولی من میخوام آخر سال همه شما یه دبیر ریاضی باشید. میگم آقا معادله درجه سه تو کتاب درسی تو نیست، تو شناساییش میتونی بکنی؟ تابش بچه ها، ما به تابع درجه سه میگیم تابع لور، میبینی به صورت لور فارسی نوشته میشه لور. پس اگر من ریاضی بلد جایی همچین تابعی رو دیدم که به صورت لور بود، یکی هم اومد ازم سوال کرد، پسر خاله دختر عمویی، گفت آقا این تابعه تابع معادله درجه چنده، تو خیلی راحت میتونی تشخیص بدی. میگی بابا تابعی که دادی تابع لوره، تابع لور هم مال معادله درجه سه. این هم صورت کلیش. این تا اینجا که فقط میخواستم تو بفهمی که معادله رو صورت کلیش رو چجوری باید شناسایی کنی و برای هر کدوم نمودارهاش هم به تو یاد دادم. معادله درجه اول نمودار خط، نمودار معادله درجه دوم سهمی، نمودار معادله درجه سوم تابه تابه لور، شکل شبیه لور. حالا ما درس امروزمون روی معادله درجه دومه، یعنی با این صورت کلی کار داریم. AX2 به علاوه BX به علاوه C مساوی صفر. تازه میخواییم درسمون رو شروع کنیم. این بیسی که میخواستم تو یاد بگیری فعلا. حالا اینجا رو یه لحظه نگاه کن. میگم آقا صورت کلی معادله درجه دوم هست AX2 به علاوه BX به علاوه C مساوی صفر. اینجا رو نگاه، اینجا نگاه. اگر الان همچین معادلهی بهت بدم، میگم 4X2 به علاوه 5X به علاوه 6 مساوی صفر. بیا با هم ریاضی وارانه صحبت کنیم. الان ازت میپرسم یه معادله برات نوشتم اینجا، معادلمون درجه چنده؟ چند؟ چرا؟ آقا چراشو میخوام، درجهش هم ازت میخوام. یه معادله برات نوشتم دیگه، یه معادله اینجا نوشتم، میخوام بگم آقا تو میدونی درجه معادله الان معادله درجه چنده؟ این جواب رو ازت میخوام. اگر میدونی درجه چنده از کجا فهمیدی؟ اصلا فکر کن بالاییه نیست، این معادله پایینیه رو در نظر بگی. معادله معادله درجه معادله معادله درجه دومه. کاملا درست، کاملا درست، متشکرم از شما. بله معادله معادله، آقا این معادله‌ای که ما اینجا نوشتیم معادله درجه دومه. متشکرم مهسا. آقا اومدن اومدین چی گفتیم به من؟ متشکرم، همه جوابا درسته، خیلی ممنونم ازتون. آقا معادله معادله درجه دو. میگم از کجا فهمیدی؟ نوشتی برام، نوشتی چون بزرگترین توان x 2. عالی، تمام. آقا این یه معادله درجه دومه. حالا اینجا رو تا اینجا که دیگه اوکی شدیم، خدا رو شکر. اینو یادت باشه، در معادله درجه دوم، در معادله درجه دوم همیشه ضریب x 2 ما بهش میگیم a. ببین بالا ضریب x 2 a بوده، پس این چهاره الان داره a رو به ما نشون میده. ضریب x همواره برابر b و عدد ثابت برابر c می باشد. ببین یه مطابقت بده، پس ضریب x2 همیشه میشه a، ضریب x همیشه میشه b، عدد ثابت همیشه میشه c.
ما به اینی که الان نوشتیم میگیم معادله درجه دوم کامل. حالا بیایم مثال دیگه بزنیم. شما به من ای و بی و سی شو بگیم، اینو خیالمون راحت چه بعد بریم جلو. فکر کن بهت گفتم آقا 6x2 منهای 5x منهای 1 مساوی 0. اولا معادله معادله درجه دومه. ببین تو بعد دیگه اینطوری با من صحبت کنی، یعنی الان تو میخوای آقا اصلا فکر کن تو داری به من درس میدی، میگه آمری نگاه کنین معادله رو، معادله درجه دومه چون بزرگترین توان x عدد 2 بوده. میگم خب اوکی معادله درجه دومه. میگم کامل یا ناقصه؟ میگی من هنوز اینو نمیدونم کامل یا ناقص یعنی چی. میگم آقا صورت کلی تو نگاه کن، ax دو به علاوه bx به علاوه c مساوی 0. اگر تو معادله هم a داری هم b داری هم c داری، یعنی معادلت درجه دوم کامله. پس دوباره گوش کن، اول ازت پرسیدم معادله درجه چندمه، گفتی دوم، تا اینجا قبول. اگر ازت پرسیدم کامله یا ناقصه، بیا نگاه کن، اگر توش هم آ داشتی هم بی داشتی هم سی داشتی، معادله درجه دومت کامله. الان آقا جواب میخوام ازتون، این معادله درجه دوم کامله یا ناقصه؟ این معادله درجه دوم کامله یا ناقصه؟ تا جواب بدید دوباره میگم، اگر تو معادله درجه دوم هم A داشتی هم B داشتی هم C داشتی، یعنی معادله درجه دوت کامله. الان به نظر شما این درجه دوه کامله یا ناقصه؟ بله بله. A و B و C هم که دارید برام مینویسید. متشکرم. شما نظر داری که معادله درجه دوم کامل بوده. بودو جواب میخوام ازت، بودو جواب میخوام ازت. کامله. متشکرم. مرسی جوابا، مرسی جوابا. چرا انقدر شما خوبید؟ معایده منم با تو هم عقیدم، بقیه بچه هم همین، معادله درجه دوم کامله. آقا ضریب ایکس تو آ بوده، پس میگم خب اوکی من که آ رو دارم، اینها شش، آقا اینها ضریب ایکس تو میشه آ، میگم آ رو دارم. میام جلوتر میگم ضریب ایکس میشه بی، بی رم دارم. میگم عدد ثابت میشه سی، سی رم دارم. اگر هم آ رو داشته باشم هم بی رو داشته باشم هم سی رو داشته باشم، یعنی معادله درجه دوم کامل رو دارم. نازنین عالی، آنیتا مهسا عالی، متشکرم. پس الان منی که ریاضی بلدم، اگه یکی بگه آقای معادله چیه داستانش، ببین چی میگم. میگم یه معادله درجه دوه، این حالت اول. میگم یه معادله درجه دومه کامله. میگی چرا؟ میگم هم آ داره هم بی داره هم سی داره. میگی ای و بی و سی کدومان؟ میگم آ میشه ضریب ایکس دو، بی میشه ضریب ایکس، سی میشه عدد ثابت. پس ما الان میتونیم معادله درجه دوم کامل رو شناسایی کنیم. حالا بیا میخوام یه خوردت به چالش بکشونمت. بیا خودم میخوام به چالش بکشونمت. میخوام اول درس رو ندم، اول سواله رو بپرسم، بعد ببینم تو میدونی چی نیست. فکر کن دارم 4x2 منهای 8 مساوی 0. ازت سوالم اینه، کامل گوش کن، درجه چنده؟ کامل یا ناقصه؟ اگر کامله که هیچ، اگر ناقصه چی نیست؟ چی وجود نداره؟ ببینم میتونید جواب بدید. آقا معادلمون درجه چنده؟ کامله یا ناقصه؟ اگه ناقصه چیش نیست؟ این سوال من از شماست. رضا میکشمت انقدر سریع جواب میدی. ای خدا، ای خدای من. خب بچه‌ها اشیه خورده، چتاشون دیر میاد، چتا بیاد.
بابا دمتون گرم، بابا دمتون گرم، متشکرم متشکرم. شما الان قبل از دادن درس معادله درجه دو ناقص دارید تشخیصش رو میدید. خب خیلی ممنونم ازتون. تازه میخوام درسش رو شروع کنم. معادله درجه دوم ناقص، چیزی که شما همتون الان بلدید گویا. متشکرم متشکرم. اولا میدونی تو اومدی چی کار کردی؟ خیلی ممنونم از جواباتون، خیلی ممنونم از جواب، بی نظیرید. اومدی گفتی آمری نگاه کن این معادله درجه دوه. میگم از کجا فهمیدی؟ میگی نگاه کن توان x دو بوده پس درجه دو. میگم کامله یا ناقصه؟ میگی ناقصه. میگم اولا کامل بودن از کجا میفهمی؟ میگی هم باید A داشته باشه هم B هم C، A ضریب X2 B ضریب X، C عدد ثابت. الان میگی X2 هست عدد ثابت هم هست، آمری این وسط X نیست B نیست. پس حالت اول تو معادله درجه دوم ناقص اینه که ما در نظر بگیریم B صفر باشه. خدا رو شکر یا سمن نازن. الان توضیح میدم. ببین معادلت درجه دو چون x توان دو داره. اوکی الان فکر کن یه همچین چیزی رو پایینش در نظر بگیر، 4x2 به علاوه 2x منهای 8 مساوی 0. این میشه آت، این میشه بیت، این میشه سیت. الان 4x2 هست یعنی آت هست، 8 هم هست یعنی سیت هست، ولی این وسط یه چیزی کمه، ضریب x و x کمه که اون b بوده. پس b توی این معادله وجود نداره نازنین. پس توی معادله الان بی وجود نداره دیگه، کامل نیست مثل این قرمزه ای که نوشتم، ناقصه بیش نیست. نازنین اوکی بده به اگه متوجه شدی. اگه متوجه نشدی بگو برات مثال بزنم. نکته قبل از نوشتن نکته به دو تا موضوع دقت کنید. یک معادله درجه دوم حد اکثر میتواند دو جواب داشته باشد. این نکته اول. نکته دوم، ما به جواب تو معادله درجه دوم اصطلاحا میگیم ریشه، نمیگیم جوابای معادله درجه دوم، میگیم ریشه های معادله درجه دوم. حالا اینجا رو نگاه کن، میگم تو معادله درجه دوم زمانی که بی مساوی صفر باشه معادله دو ریشه قرینه داره. این نکته رو الان باید بلد بشی. پس اگر تو معادله ای، ببین معادله درجه دو، معادله درجه دوم ناقص، تو معادله درجه دوم ناقص بی صفره، شک ندارم معادله دو ریشه قرینه داره. حالا بیا حلش کنیم ببینیم چطوری حل میشه. میگم آقا این الان داریم 4x2 منهای 8 مساوی 0، معلوم مجهول کن، یعنی میشه 4x2 این منفی 8 رو میارمش اینور میشه مثبت 8. پس خود x2 میشه طرف معلوم بخش بر ضریب مجهول، یعنی 8 چهارم میشه 2. میگم اگر x2 شده 2 پس خود x میشه مثبت منفی رادیکال 2. میگه آمری چرا مثبت منفی گرفت؟ این حرف منو دقت کن، این حرف منو دقت کن. نکته هرگاه توان مجهول زوج باشد عدد مثبت منفی میگیرد. یعنی چی؟ الان این دوتایی که به دست آوردم مثبت منفی رادیکال دو، دوتا ریشه معادل است. یه مثال دیگه الان برای جا میفته، یه دقیقه به هم زمان بده. داریم x2 بذار یه ضریب بهش بدم که خورده گیجت هم بتونم بکنم. فکر کن داری 3x2 منهای 12 مساوی 0. تا اینجا نها کن، اینجا نها کن.
میگم معادله درجه دو، تو این شک ندارم. میگم کامله یا ناقصه؟ میگی ناقصه. میگم چیش نیست؟ ایه نیست، بیه نیست، سیه نیست. میگی آمری بیه این وسط نیست. میگم اگر بی نباشه چه حالتی پیش میاد؟ میگی اگه بی نباشه معادله قطعا دو ریشه قرینه داره. آمری نگاه کن ریشه هاشو به دست میارم، میام اول معلوم مجهول میکنم، میگم 3x2 مساوی 12، پس x2 مساوی طرف معلوم بخش بر ضریب مجهول، پس آمری 12/3 میشه 4. پس من اگر خود x رو میخوام، اولا تو به من گفتی اگر توان زوج باشه عدد مثبت منفی میگیره، بعد 4 رو میبرم زیر رادیکال، پس x هم میشه مثبت منفی رادیکال 4 هم که میشه 2. آقا دو تا ریشه معادلت رو به دست آوردم، مثبت و من متشکرم. مرسی، جواب همه اومد، خیلی ممنونم. این الان شد دو ریشه قرینه. نکته ای که من بهت گفتم، ببین یه ریشه مثبت یه ریشه منفی، یعنی مثبت 2 منفی 2. پس من الان یاد گرفتم زمانی که تو معادله درجه دوم بی صفر باشه، معادله قطعا دو ریشه قرینه داره. بیا یکی دیگه حل کنیم بریم جلو. بیا یکی دیگه حل کنیم. فکر کن داریم 2x2 منهای چند بدیم؟ میخوام جذر بگیری، اینو بکنیمش 4x2، اونم بکنیم چند بزنیم. خب یه سوال بدم، خود به چالش بکشونم براتون، ببینم چی میشه در آورد. فکر کن داری 4x2 منهای 16 مساوی 0. ریشه هاشو ازت خواستم، بوده جواب میخوام ازت. یه معادله درجه دوم ناقصی رو داری الان که توی این معادله درجه دوم ناقص میتونی تشخیص بدی بیت صفر بوده. حالا که بیت صفره به من بگو جوابش یا ریشه شن میشه. هانیه جواب داده، روزا جواب داده، نازنین جواب داده. ای که شما چرا انقدر خوبید؟ معلوم مجهول میکنی محدثه قطعاً. برفین جواب داده، زهرا جواب داده، همه جواب ها درست. یک جواب قرار مهسا، بهت افتخار میکنم. پریا بی نظیری تو، متشکرم ازت. ای خدا جواب ها رو نگاه کن، همینطور داره مثل شستیر میره بالا. آقا من چی بگم الان آخه؟ خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنونم از همه تون. دیدی؟ به جز آنیتا. آنیتا مثبت منفیشو جا انداختی. آنیتا خودم به شخصه میکشم، مثبت منفیش کو. آقا معادله درجه دوم، ببین چه جوری دارم هی میرم جلو، پریا معادله درجه دو، ناقص، بی تو معادله نیست، یه معلوم مجهول، 4x2 مساویه یه معلوم مجهول 16، پس x2 میشه 16 تقسیم بر 4، یعنی x2 برابر میشه با 4، پس خود x هم مساویه توان مجهول زوج. پس من مطمئنم اینجا مثبت منفی میگیره، 4 میره زیر رادیکال، پس x هم برابر میشه با مثبت منفی 2. میگم آمری این معادله درجه دومی که به من دادی که معادله درجه دوم ناقص بود و بی صفر بود، قطعا دو ریشه قرینه داره که اون دو ریشه قرینش هم مثبت منفی 2 بوده. حسین جان تو هم عشق عزیزم، خیلی مخلصیم. حسین جان بیا یه نمه بریم جلو، یه نمه. آقا این معادله هر یه لحظه نگاه کن، میخوام بازم تو تشخیص بده، اول من درس ندم اصلا. آنیتا در این که بیدونستی شک ندارم، باید شوخی یاره. میخوام اینو اول بنویسم، بازم تو تشخیص بدی کامل و ناقصه. بیا با هم همینطوری بریم جلو. فکر کن داری چار ایکس دو
منهای 8x مساوی 0. با من در تماس باش، با من صحبت کن. خدا نکنه حسین جان تاج سری داداش این چه حرفیه، خدا نکنه. مخلصم عمو حسین، خیلی مخلصیم. خب با من در تماس باشید، با من ارتباط بگیرید، آقا با من صحبت کنید، من داره سلام سر میره، انرژی بالا. حسین جان خیلی مخلصیم آقا. آقا جواب میخوام ازتون، حوصله‌ام سر رفته، انرژی تو کلاس آمری بالاترین حد ممکن باید باشه. ناقص، اوکی، درجه دوش درجه دو، ناقصش ناقص. همه جوابا رو دارم میبینم، چیش نیست، ایش نیست، بیش نیست یا سیش نیست، اینا به من بگید. بودو جواب میخوام ازتون، رتبه های برتر کنکور 402 جواب میخوام ازتون. تا اینجا قبول، همه چیزایی که نوشتید قبول، درجه دوه ناقص. متشکرم متشکرم، به 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 به. خب ناقص نازنین قاطی کرده، خب ناقصا چیش نیست، A B C تموم شد و رفت، تموم شد و رفت، تموم شد و رفت، تموم شد و رفت. ای وای الان خدا میکشم از دست شما. مرسی آقا. دوباره اینجا رو نگاه، معادله درجه دو آمری، فکر کردی با کی طرفی؟ ما خداییم تو این داستانا. آقا معادله درجه دوم، آقا کامله یا ناقصه؟ آمری ناقصه. از کجا فهمیدی؟ سیه نیست آمری، عدد ثابته که تش بود، عدد ثابته نیست. اگر عدد ثابته نباشه یعنی سیه نیست. آقا دم شما گرم، تازه درس میدم الان بهت. میگم تو حالت دوم معادلات درجه دوم، تو حالت اول در نظر گرفتیم آقا بیش صفر باشه، تو حالت دوم میخوام این دفعه بگم اگر سی صفر باشه چه اتفاقی میفته. میگم در این حالت یکی از ریشه ها حتماً صفر و ریشه دیگر برابر منفی بیام می باشد. آقا نکتشم الان می دونم، همون ایکسه. بله. خب میگی یعنی چی هانیه؟ مرسی آقا. میام اینجا اینطورم دقیقا، کامل لقت دقیقا دقیقا. معادله درجه دوم، معادله درجه دوم آقا چی نیست؟ سی نیست. میگم آقا سی نیست، میگم آری پس حتما یکی از ریشه هام صفره، تو این شک ندارم چون که تو معادله سی رو نداریم. یکی از ریشه هامونم مطمئنم منفی بیامه. میگم منفی بیامه کوش هستن. میگم آری ضریب ایکس تو همیشه آه، ضریب ایکس همیشه بیه. تو به ما گفتی منفی بیامو تشکیل بدیم، منفی بی میشه منفی منفی 8، آمونم که بوده 4، منفی در منفی مثبت، 8 چهارم هم که برابر میشه با عدد 2. میگه آمری پس ما دو تا ریشه داشتیم، یکی از ریشه هامون میدونیم صفره، یکی از ریشه هامون میدونیم 2. بچه ها ما ریشه های معادله درجه دوم تو کنکور یا با x1 و x2 نشون میدیم، یا اینو مینویسم x1 x2 یعنی دو تا ریشه معادله درجه دوم، یا میگیم x پریم، یه خط یعنی پریم، دو خط یعنی زگوند. میگیم ایکس پریم و ایکس زگوند، یا ایکس یک و ایکس، شما خوندید ایکس یک و ایکس دو، شما خوندید ایکس یک و ایکس دو. تو کنکور ایکس پریم و ایکس زگوند هم بهش میگیم. سروش جان مخلصم، پس ایکس یک و ایکس دو، ایکس پریم ایکس زگوند هیچ فرقی با هم نداره. الان دوتا ریشه معادله رو در آوردیم، تقدیمشون کردیم، بریم یه سوال حل کنیم. بودو داره وقتمون میره. فکر کن بهمون دادن 3x2 منهای 9x مساوی 0، برو سراغش له و لوردش کن، جوابش رو من بگو. بودو جواب میخوام ازتون، بودو جواب میخوام ازتون. در کمترین زمان ممکن بودو جواب میخوام، انرژی ها همه بالا، نبینم کسی انرژیش اومده پایین.
متشکرم. آنیه به عنوان طلایه داره بچه ها داره جواب میده. بودایید بقیه جواباتون کو. چت رو بتره کنید بیاریدش پایین. چت رو بتره کن بیار پایین. مهندسه چه کامل و قشنگ می نویسه. عالی بود پرنیان بی نظیر مهسا عالی. ای خدا اون وی که گذاشتی تو زهرا. ای خدا با اون وقت من چی. ای خدا زهرا متشکرم. متشکرم ازتون. متشکرم آقا ازتون. دیدی میگن آقا من و بچه هام شما همه الان واقعا زمان گفتن همچین چیزیه. آقا میخوام ببینم کی میتونه جلوی من و شما رو بگیره. این برام جالبه. من و شما بقیه همه ببینم کی ما رو عریفه. معادله درجه دومش درجه دومه. کامله یا ناقصه؟ ناقصه. تو معادله چی نیست؟ سی نیست. ما این نکته رو میدونیم که اگر در معادله درجه دوم سی یا همون عدد ثابت اگر وجود نداشته باشه قطعاً یکی از ریشه هامون برابر صفر و ریشه دیگمون برابر منفی بیام. خب ضریب x دو برابر a، ضریب x برابر b. منفی b میشه منفی منفی 9، بر روی a میشه 3. 9 سوم 9 سوم میشه 3. آقا ما دو تا ریشه داریم. ریشه اولمون صفره، ریشه دوممون هم برابر میشه با عدد 3. آها یعنی جواب دست آوردی دیگه. یا اصلا من چی رو نمیدونی یه بار به من بگو، اگر اینه دوباره توضیح بدم یا مثال بیشتری برات حل کنم. تو کدوم قسمتش رو متوجه نشدی؟ اگر تونستم تو چت برطرف کنم، اگر نه مهدی ما میتونیم صدای دانش آموزم باز کنیم. نمیتونیم این کار رو کنیم. این حالت دومش بود. این حالت دومش بود. دوباره انرژی بالا. ما تو معادله درجه دوم ناقص دو حالت رو با هم مرور کردیم. بی صفر باشد، سی صفر باشد. حالا حالت استاد چجوری شد منفی منفی 9؟ آها ببین ما الان تشخیص دادیم معادلمون معادله درجه دومه. تشخیص دادیم درجه دوم ناقصه. تشخیص دادیم سی وجود نداره. من اینجا به تو نکته گفتم. نکته گفتم. اینجا رو نگاه کن. اینجا رو نگاه کن. نکته گفتم چی؟ این نکته مهمه. گفتم اگر سی تو معادله وجود نداشته باشه حتما برفین یا برفینو یا سمن در این حالت یکی ریشات حتما صفره. یعنی شک نکن صفره. ریشه دیگت هم منفی بیامه. ریشه دیگت هم منفی بیامه. پس اگر به این نکته دقت کن. این نکته رو گرفتی؟ این نکته رو گرفتی؟ حالا بیا اینجا دقیقا من همین کار کردم. تو این گفتم آقا سی وجود نداره. سی وجود ندارد. سی چیه؟ سی همون عدد ثابت هست که اون ته می اومد. گفتم آقا چون که سی نیست یکی ریشام حتما صفره، یکی ریشام حتما منفی بیامه. اومدم A و B رو تو معادله پیدا کردم. من میدونم ضریب X تو حتما برابر A، ضریب X حتما برابر B. پس اگر منفی بیامه میشه منفی منفی 9 سوم، میشه مثبت 9 سوم، میشه 3. برسی سروشان یا سمن اوکی برفین اوکی. اگر اوکی اوکی ها رو بدید، اگر نه یه سوال دیگه بزنم. به من بگید تا بگید یه قسمت برم جلو. این قسمت رو هم تمام کنم. آقا ما تو حالت اول معادلات درجه دوم ناقص گفتیم بی صفر باشه. گفتیم زمانی که بی صفر باشه معادله دو ریشه قرینه داره. چیزایی که تا حالا گفتیم بیا جمع‌بندی کن. حالت دومش گفتیم سی صفر باشه. گفتیم اگر سی صفر باشه یکی از ریشه ها
صفر و ریشه دیگر منفی بی آ. یه حالت سومی هم وجود داره، یه حالت سومی هم وجود داره. میگم یه حالت سومی وجود داره که تو معادله هم بی صفر باشه هم سی صفر باشه. نگاه کن، میگم در این حالت معادله دو ریشه صفر دارد. اینو دقت کن، الان میرم برات مثال حل میکنم جا میافته حالت سوم. این حالت رو با هم رفتیم جلو. پس اگر بی صفر باشه معادله دو ریشه قرینه، اگر سی صفر باشه یک ریشه همون صفر، ریشه دیگه همون منفی بی آمه. اگر تو معادله هم بی صفر باشه هم سی صفر باشه، مطمئنم معادله هم دوتا ریشه صفر داره. آمری چطوری سوال میدن؟ اولا قبل اینکه اینو بریم با هم تستش رو حل کنیم، یه سوال دارم. ببینید به سوال من میتونی جواب بدی. در معادله درجه دوم مثل اینا میتونم در نظر بگیرم آم صفر باشه؟ من نمیگم یه بار بی صفر باشه یه بار سی صفر باشه یه بار هم بی. میتونم بگم تو معادله درجه دوم آ صفر باشه یا نمیتونم بگم؟ این سوال منو جواب بدین. آ نمیتونه صفر باشه. متشکرم ازت، راضیه. ببین میگی چرا نمیتونه صفر باشه؟ میگم آقا مگه این صورت کلی معادله درجه دوم نیست؟ اگر این آی من صفر باشه پس تو این x2 ضرب میشه، این از بین میره، اون وقت دیگه معادلم درجه دوم نیست، معادلم درجه اوله. پس نکته ای که الان دوباره یاد گرفتیم، در معادله درجه دوم آی کوچیک بعد می نوشتیم، آ نمی تواند صفر باشد. اینو یادت باشه. آره مهندسه، چون توان دو داره اصلا نمیتونه. اگر صفر باشه میره تو x2 ضرب میشه دیگه، معادله هم درجه دوم نیست. پس اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن. ما تو معادله درجه دوم ناقص سه تا حالت بیشتر نداریم. یا بی صفر باشه برات سوالش حل کردم، یا سی صفر باشه برات سوالش حل کردم، یا هر دوتاشون صفر باشه. در این حالت معادله دو ریشه قرینه داره. پایینش هم می نویسم چهار آ همواره مخالف صفر. پس آ هیچگاه نمیتونه صفر باشه. میگه آمری برفین، دلتا یا مبین معادله یکی از سخت‌ترین روش‌ها و زمان‌برترین روش‌ها تو معادله درجه دوه. الان یه روشی بهت یاد میدم لذتشو ببری به جای دلتا. فعلا گوش کن یه لحظه اینجا رو. میگم آقا سوالش اینطوری میاد، الان سوال رو ببین تو قطره ایه. گفته آرا طوری پیدا کنید که هر دو ریشه این معادله صفر بشه. همینجا شاخکاتیز، همینجا شاخکاتیز. از کجا چی گفته؟ گفته هر دو ریشه معادله صفر بشه. اینجا من به تو چی گفتم؟ گفتم اگر بخوام هر دو ریشه معادله صفر باشه، هم باید بی صفر باشه هم باید سی صفر باشه. همین الان بده تو ذهنت، همین الان بده تو ذهنت. برای اینکه هر دو ریشه معادله صفر باشه، هم تو معادله باید بی صفر باشه هم سی صفر باشه. اینجا رو نگاه کن، میگم گرای سوال رو گرفتم. سوال شرطش اینه هر دو ریشه صفر باشه. من شرطش رو میدونم. برای اینکه هر دو ریشه معادله صفر باشه، هم باید بی من صفر باشه هم باید سی من صفر باشه. اینجا رو نگاه، میگم تو معادله درجه دوم ضریب x دو میشه آ، ضریب x میشه b، هر چی تو معادله بمونه میشه c. دوباره تاکید میکنم، تو معادله درجه دوم ضریب x تو a، ضریب x هر چی باشه b، هر چی تو معادله بمونه c. مگه نمیگه هر دو ریشه معادله صفر باشه؟ پس بیام b رو مساوی صفر قرار بدم. میگم b چی بوده؟ میگی دو a منهای 1 مساوی صفر، یه معلوم مجهول. میگم دو آ مساوی یک، پس آمون میشه یک دوم. اینو میذارمش کنار.
میگم شرطش اینه سی هم صفر باشه. میگم سی تو معادله چنده؟ میگی چهار آ منهای دو مساوی صفر، پس چهار آ مساوی معلوم مجهول کن دو، پس آمون میشه دو چهارم، ساده کنیم میشه یک دوم. حالا اینجا رو ببین چه نکته‌ای بهت میگم. میگم اشتراک جواب‌های به دست آمده جواب تست میباشد. یعنی آقا زمانی که بی رو میذاری صفر، سی رو میذاری صفر، باید هر دو تا جوابت یکسان بشن. حالا اینجا رو داشته باش، میگم خب آمری من این تست رو حل کردم، من میدونم جوابه میشه یک دوم. تو من نگفتی اشتراک جوابهای به دست اومده برابر راشه، اشتراک جوابهای به دست اومده جواب تست باشه. میگم چرا؟ پس این میشه حالت سوم. اگر تو تستی به ما گفتن هر دو ریشه معادلت صفر باشه، ما باید بیاییم تو معادله هم بی یعنی ضریب ایکس، هم سی یعنی هرچی تو معادله مونده رو مساوی صفر قرار بدیم جفتشونو. اشتراک جوابایی به دست اومده جواب تسته. ولی من سوال دارم الان ازت. میگم آقا فکر کن و تنها فکر کن و فقط فکر کن، اینجا رو دقت کن. سی رو صفر قرار دادم نازنین، سی رو صفر یعنی چهار آیمن های دو، گفتم هرچی تو معادله بمونه میشه سی، ضریب ایکس تو آ، ضریب ایکس هرچی باشه بی، هرچی تو معادله بمونه سی. گفته هر دو ریشه معادله صفر باشه، یه بار بی مساویه صفر، یه بار سی مساویه صفر. سی رو مساویه صفر قرار دادم، سی بوده، سی چی بوده؟ چهار آیمن های دو، پس چهار آیمن های دو مساوی صفر. دو رو آوردم این طرف، پس چهار آ مساوی دو، پس آ میشه دو چهارم دیگه، یعنی طرف معلوم بخش بر ضرب مجهول، دو چهارم رو ساده کردم شد یک دوم. نازنین اوکی؟ حالا سوالی که من از شما دارم اینه بچه ها، سوالی که من از شما دارم اینه، اگر این بالایی رو اگر فکر کن ما هم راضیه جواب داد دیگه. آره علی جان آنلاین میره روی پنلتون قرار میگیره. میخوام بگم اگر این آ شده بود یک دوم، این پایینی شده بود پنج ششم، اون وقت کدوم گزینه جواب بود؟ که راضیه جالتر جوابشو داد بهم. الهت سوال منم همین بودا، اگر جواب همون یکسان نبود اون وقت باید کدوم گزینه رو انتخاب میکردیم؟ دقیقا سوال من با سوال الهی اکستانه. گفتیم اوکی اشتراک جوابایی به دست اومده جواب تسته. سوالی که تو ذهن من و الهی پیش اومده اینه، آقا اگر جوابمون یکسان نباشه چه اتفاقی میفته؟ اون وقت میشد غیر ممکن یا همون گزینه شماره چهار، یا به قول خانم یا آقای ترکان جواب ندارد، یا غیر ممکن. متشکرم یاسمن، چقدر عالی عالی بچه ها، متشکرم ازتون. نکته ریزیه که 99% بچه هایه که تو کنکور مثلا کنکور میدن نمیدونن اینو، که آقا موقعی که جواب رو دست آوردی حتما باید اشتراک داشته باشن ها، اگر اشتراک نداشته باشن گزینه فرق میکنه، میشه غیر ممکن، میشه معادله جواب ندارد. دخترها به سرای گل، سه حالت معادله درجه دوم ناقص رو هم مرور کردیم، بیا یه بار دوباره با هم بریم جلو. تو معادله درجه دوم ناقص تو مرحله اول گفتیم بی میتونه صفر باشه، گفتیم اگر بی صفر باشه معادله دو ریشه قرینه داره. حالت بعد اومدیم گفتیم سی هم میتونه صفر باشه، اگر سی صفر باشه معادله حتما یه ریشه صفر، ریشه دیگرش منفی بیام. و حالت سوم اومدیم گفتیم هم بی صفر باشه هم سی صفر باشه، گفتیم این حالتیه که معادله حتما دو ریشه صفر داره. پس اگر تو صورت تست به ما گفت آقا یه آرایه متغیر جوری پیدا کن که هر دو ریشه معادلت صفر باشه، ما میدونیم شرطش اینه که باید هم بی رو صفر بزنیم هم سی رو صفر بذاریم. و در آخر هم گفتیم آ نمیتونه صفر باشه. شما الان معادله درجه دوم ناقص رو به کل یاد گرفتید. و اما
و اما اینا رو ببین، همه رو تو جزوت برات توضیح دادم، همه رو توضیح دادم، یعنی چیز خاصی نیست. من گفتم معادله درجه دوم، خب معادله درجه دوم ناقص، تو حالت اول بیا در نظر بگی بیت صفر باشه، بعد اومدم جلوتر، یعنی نگران نباش تو فقط به من گوش بده. خب بعدش اومدم چه میدونم گفتم آقا سی صفر باشه، بعد گفتم هر دوتاش صفر باشه، یعنی همه حالتاش رو برات نوشتم، همه حالتاش رو برات تو جزوه نوشتم. اونجایی که دارم در اسبرات روی تخته فقط میخوام جا بندازم، همه اینا تو جزوت هست. حالا میگم معادله درجه دوم ناقص تموم شد، بیاین یک حالت معادله درجه دوم کامل رو هم بخونیم و کلاس رو به اتمام برسونیم، برای امروز زیاد میشه. میگم آقا معادله درجه دوم کامل خب چند تا حالت داره. به قول یکی از دوستاتون گفت آقا چرا ما از دلتا استفاده نمی کنیم؟ ما به دلتا مبین معادله هم میگیم. اوکی؟ علتش اینه که اون دوست عزیزی که پرسید، علت اینه که دلتا فوق العاده تو کنکور زمان بره. هر چند دلتا مثل یه شاکلید میمونه، ما این رو میدونیم، هر معادله درجه دومی رو حل میکنه، ولی زمانم پارامتر مهمیه برای ما تو کنکور. دو تا تست کنکور رو برات مثال میزنم، در حد مثال باقی بمونه. 6x2 منهای 5x منهای 1 مساوی 0. پس تو معادله درجه دوم کامل روش اولی که میخوام بهت یاد بدم استفاده از مبین معادله یا همون دلتا. اینو گوش کن دیگه تمامش میکنیم. نازنین جان توضیح دادم، عرض کنم خدمت شما، چون که این جلسه رایگانه شماره پشتیبان و شماره خود من به شما داده نمیشه، انشالله از جلسه بعد که ثبت نامای قطعیمون مشخص شد، شماره پشتیبان و بقیه چیزها در اختیار شما قرار خواهد گرفت. حالا اینجا رو یه لحظه دقت کنید، همه دقت های من 10 دقیقه با اتون کار دارم، 10 دقیقه کامل به من نگاه کن. میگم معادله درجه چنده؟ میگی درجه دوم. میگم درجه دوم کامله یا ناقصه؟ میگه آمری کامله. میگم زمانی که دیدی معادله درجه دومت کامله، بیا به این دقت کن ببین x2 ضریب داره یا نداره، یعنی ضریب نداره یعنی یکه دیگه، بیا ببین ضریب داره یا نداره. خب اگر ضریب داشت یه چیز میشه، اگر ضریب نداشت یه راه حل میشه. تو فعلا فکر کن معادله درجه دو، درجه دوم کامل، x2 ضریب دارد، یا میتونی بگی x2 ضریب غیر از یک دارد. خب حالا میگم آقا میخوام برم از دلتا استفاده کنم. دلتا یا همون مبین معادله فرمول داشت، b2 منهای 4 a3. قبل اینکه حل کنیم بیا حالت مختلف دلتا رو بهت بگم. جواب اون دلتا میتونه 3 تا حالت بشه، یا بزرگتر از 0 بشه، یا خود 0 بشه، یا کوچیکتر از 0 بشه. اگر بزرگتر از 0 شد، معادله 2 ریشه حقیقی متمایز داره. اگر مساوی 0 شد، معادله 2 ریشه یکسان داره. بچه ها ما به 2 ریشه یکسان میگیم ریشه مضاعف. اگر دلتا کوچکتر از 0 شد، حالتی که شما دوست دارید، اصلا معادله ریشه نداره. قبوله؟ حالا اگر بزرگتر از 0 شد، اون دوتا ریشت یعنی ایکس پریم و ایکس زگونده از این فرمول به دست میاد، منفی ب به علاوه منفی رادیکال دلتا بر روی 2a. اگر ریشه حقیقی داشته باشه، ایکس مساوی منفی ب بر روی 2a. اینو یادت باشه تو حالت آخر که معادله ریشه نداره. اینو فعلا داشته باش، میخوام برم سراغ سواله، نگران نباش الان یاد میگیری، یه 2 دقیقه من فرصت بده الان یاد. میگم آقا تو معادله درجه دوم ضریب x2 میشه a، ضریب x میشه b، عدد ثابت میشه c. میخوام دلتا براش تشکیل بدم. میگم پس دلتای من مساویه b به توان 2، یعنی منفی 5 به توان 2 منهای 4، آم بوده 6، سیم بوده منفی 1.
میگم پس دلتای من مساویه با منفی 5 به توان 2 میشه 25. منفی در منفی میشه مثبت 4 6 تا 24 تا 24 ضرب درکم که میشه 24. میگم آقا دلتای من در اومده 49. خب دلتام در اومده 49 یعنی چی؟ یعنی بزرگتر از صفره، خود صفره یا کوچکتر از صفره؟ میگه آمری من نمیگی دلتا در اومده 49، پس دلتات بزرگتر از صفر بوده. میگی آقا اگر دلتات بزرگتر از صفره، معادله من دو تا ریشه داره که از این فرمول به دست میاد، منفی ب به علاوه منفی رادیکال دلتا بر روی دو آ. میگم پس دو تا ریشه من میشه ب تو معادله چنده؟ بی اون تو معادله چنده؟ منفی 5. اینجا دارم منفی ب، پس میشه منفی منفی 5 میشه مثبت 5. به علاوه منهای رادیکال دلتا، دلتامون 49 بوده، رادیکال 49 میشه 7 بر روی 2 آ، آمون چند بوده؟ 6. 2 تا 6 تا 12 تا. دو تا شاخه میدم، میگم آقا یه بار پالا رو با مثبت بگیرم، 5 به علاوه 7 12 12 12 هم میشه 1، پس یکی از ریشه هم 1 بوده. یکی از ریشه ها با منفی بگیرم، 5 منهای 7 منفی 2 12 هم سادش کنم منفی 1 6. آقا این دوتا ریشه من شد. همیشه یاد باشه با مثبت بگیری بهش میگیم ریشه بزرگتر، با منفی بگیریم بهش میگیم ریشه کوچکتر. حالا آقا این دلتا چقدر زمان ما رو گرفت؟ خیلی زیاد. دخترها، پسرها، بچه ها، اینا یادتون باشه ما تا میتونیم تو کنکور تو معادله درجه دو دلتا در میریم، تا جایی که بتونیم، یه جایی هست نمیتونیم در بریم، ناگزیریم دلتا استفاده کنیم. ولی این تست سه کنکور بوده، من عامری میخوام حلش کنم. الان حلش دیدی دیگه، آقا این بود سوال دیگه، 6x دو منهای 5x منهای 1 مساوی صفر، ریشه ها رو خواسته بود. آفرین ملیکا. میگم آقا قبل از این که بیای دلتا تشکیل بدی، بیا این مجهولات رو یه خط روش بکش، عددات رو با هم جمع و تفریق کن. یعنی چی؟ 6 منهای 5 میشه چند؟ 1 منهای 1 میشه چند؟ 0. میگه اگر مجموع ضرایبت 0 شد، مطمئن باش یکی از ریشه هات 1ه، یکی از ریشه هات 30ه. خب این میشه 30 شما، اینم میشه آه شما، چند در میاد؟ منفی 1/6. با نکته ای که گفتم ریشه هاتو چند در آوردی؟ 1 و منفی 1/6. این بالا بعد از دلتا چند به دست آوردی؟ 1 و منفی 1/6. راه حل دلتا چقدر زمان برد؟ 5 دقیقه. راه حل پایینی که بهت گفتم چقدر زمان برد؟ 10 ثانیه، 15 ثانیه. این بحث مدیریت زمانیه که تو کنکور شما باید رعایت کنی. پس ما الان یه نکته به شما یاد دادیم که بتونی تا جایی که ممکنه از دلتا تو کنکور در بری. بیا نکته ها رو بنویسیم. نکته شماره 1، چندین نکته داره که میخوام بهتون بگم. هرگاه مجموع ضرایب در معادله درجه دوم برابر صفر شد، یکی از ریشه ها حتما برابر 1 و ریشه دیگر برابر 30 بر روی آ می باشد. نکته فوق العاده مهم یاسمن دوباره توضیح میدم الان بهت. بله خانم پریا خانم، زود رسیدیم به جواب. اینا نگاه کن، سوالمون این بود، گفتم آقا اگر معادله درجه دوم بهت دادن کامل بود، اول فکر کن حروف این مجهولا وجود نداره، بیا عددارشو با هم جمع و تفریق کن. ببین 6 منهای 5 میشه 1، 1 منهای 1 میشه 0.
اگر مجموعشون اگه این کار رو کردی صفر شد، مطمئن باشه که ریشاد یکه، مطمئن باشه که ریشاد سی بر روی آه. خب آ که میشد ضریب ایکس دو، سی هم میشد عدد ثابت، سی هم میشه منفی یک ششم. آقا ریشم رو درآوردم یک و منفی یک ششم با نکته‌ای که بهت گفتم، با نکته‌ای که بهت گفتم اینا نگاه کن. خب بالا اون همه دلتا تشکیل دادیم، دوباره همینا دوتا رو در بردیم، اینا ها یک و منفی یک ششم، بعد اون همه راه، بعد اون همه دردسر، خب پایین بدون دردسر در آوردم یک و منفی یک ششم. پریا محبت داری، خیلی ممنونم از شما. یاسمن اوکی بده، یاسمن اوکی بده. آقا یه سال اومده بودن تو کنکور سوال داده بودن، اینم نکتهش، این تست رو حل کنی تموم شده رفته کلاسمون. یه سال اومده بودن سوال داده بودن ریشه های این معادله کدام است؟ 100x2 منهای 77x منهای 23 مساوی 0. ببینم چی کار میکنی، بودو ببینم جواب میخوام ازت. بودو جواب میخوام ازت. مرسی ازتون دخترم، مرسی مرسی، چاکرم علی جان. بودو جوابا به من بدید. ملیکا عالی بود دختر، عالی، متشکرم خانم آقای ترکان، پریا متشکرم، به به لذت میبرم که تا سرعتی میره بالا، چقدر دوست دارم. مرسی مرسی ازتون، به به، هم بچه های اشتی هم بچه های ادوب، ماشالله بهتون، ماشالله بهتون. میام آقا معادله درجه دو، درجه دوم کامل. اول فکر میکنم مشغولا وجود نداره. میام آقا صد منهای 77 میشه 23، 23 منهای 23 میشه 0. اینجا آمری تو کنکور میاد تو نظرم. میگم آقا آمری گفت اگه مجموع ظرایف 0 بشه که ریشه هم 1، یکی از ریشه هم سی بر روی آ، ضریب ایکس دو میشه آ، این عدد ثابته میشه سی، سی بر روی آ میشه منفی 23 صدم. آقا تو 10 ثانیه سوالمو حل کردم، بقیه وقتش سیو شد برای سوالای دیگه. حالا فکر کن نکته بلد نبودم، باید دلتا تشکیل میدادم، به دو منفی 77 به توان دو منهای 4 آ سی، وارد بازی پیچیده شدم. تازه جواب دلتا ما به دست می آوردم، کیه که جذرشو بگیره، کیه که بذاره تو منفیه به علاوه منفی رادیکال دلتا بر روی دعا. اگر آها اگر نشد صفر، دوباره نکته دیگه داریم. اگر این دوتا نکته اگر جواب نداد که تو تمام تو 99 درصد تستای کنکور جواب میده، اون وقت تازه برو دلتا بگیر. اول در تازه یه نکته دیگه هم میخوام یاد بدم، بگم آقا اگه این نشد این شد، بازم جوابش میشه این. اگر کمتر از صفر بشه الهی که اصلا معادله ریشه مجموع ضرایب، اونو بهت یاد میدم. فکر کردم میگه اگر دلتا کوچیکتر از صفر شد چه اتفاقی میفته. اینو فعلا تا همینجا داشته باشین. یک، اولا چقدر دوست دارم حالا برفین و الهه، خیلی جالبه این سوالاتی که دارن میپرسن، نشون دهنده اینه که درس رو کامل یاد گرفتن و این کنجکاو بودنه رو من بی نهایت دوست دارم. بهت قول میدم الان این دو دوستی که گفتم محو درسن، یعنی الان تو ذهنش اومده خب آقا صفر شد، اگه صفر نشد بعد چیکار کنیم اون وقت. خب این بهترین حالتیه که میتونه کلاس داشته باشه و حرفه‌ای ترین حالت، سوالای اینطوری بتونی برای دانش آموز پیش بیاری، برای داوطلب پیش بیاری. داره جلو جلو سوال میره، آقا اینطوری نشد اون وقت باید چیکار کنم، آقا اینطوری نشد اون وقت باید چیکار کنم. و این عالی ترین حالت کلاسیه که تو سیستم آنلاین وجود داره. بچه ها فکر نکنید سیستم آنلاینه که فقط من باید من یه آدم پر انرژی ام، اینو بچه ها میدونن، یعنی از صبح میرم سر کلاس تا 12 شب میپرم تا سقف میام پایین.
انرژی شماست که به من انرژی میده. بچه ها ازتون میخوام سر کلاس ها فوق‌العاده پر انرژی ظاهر بشین. درس برای امروز کفایت میکنه. فقط میخواستم که بهتون بگم حتی سخت‌ترین مباحث ریاضی مثل معادله دجله اون جزء دو سه تا مبحث سخت ریاضی هن میتواند با تدریس درست برای شما آسان باشد. خب در صورتی که من دبیر بتونم به تو درست درس بدم، به تو درست مفاهیم رو بفهمونم، این کاریه که در از هم تجربه میخواد، هم بالاخره یه سری پارامترها رو احتیاج داره. امیدوارم که از پس این مهم تو این جلسه بر اومده باشم. عرض کنم خدمت شما که همون جلسه صفر اصلا هنوز استارتی ما نزدیم. این قول رو بهت میدم اگر تا انتهای سال با من پیش بیای خیلی راحت میتونی به درصد 100 در ریاضیت فکر کنی، در این شک نداشته باش. این رو باز هم تاکید میکنم، چیزی که نقطه ضعف همه است باید نقطه قوت تو باشه. موقعی که همه میانگیران منفی یا زیر 5% تو در نظر بگی 90% ریاضی بزنی، رتبتو میره میشونه 1 تا 200، یعنی رشته و دانشگاه دلخواه. اون کسی که تو رو به اون درصد میرسونه اون من آمری هم. این قول رو از من داشته باش، کاری باهات خواهم کرد که تا آخر سال هیچ تستی در کنکور نباشه که به چشم تو نادیده باشه، تا حالا ندیده باشیش، گیجت کنه. همه یه تست ها رو برات مرور خواهم کرد دونه دونه، با پشتیبانم در کنارت هستیم. این رو یادت باشه. اولا خیلی ممنونم از لطفی که نسبت به من دارید، خیلی ممنونم واقعا. برای شما هم خدا قوت، مرسی که تو چت ها اینقدر فعال بودید. برنامه آفلاینش سری رو پنل قرار میگیره، میتونید برنامه آفلاین رو چندین و چند بار ببینید. آرزوی من و همکارانم در خانواده بزرگم در مجموعه آنلاین آکادمی همواره موفقیت شما عزیزانه. این قول رو بهتون میدم که تا دم کنکور در کنار شما باشیم و برای رسیدن به هدف والایی که دارید که همون رتبه و دانشگاه دلخواهتونه و رشتتون، از هیچ چیزی دریغ نکنیم. این قول من آمریه به شما که تا دم کنکور کنارتم و کاری باهات بکنم که بری ریاضی رو که همه صفر و منفی میزنن نقطه قوتت کنی. خدا یار و نگهدار شما باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. بچه ها خسته نباشید.